ویلایت خطلون یکی از ویلایت های کلانترین جمهوری به حساب می رود که در آن نمایندگان اقلیت های ملی خیلی زیادند. معلم زیبا منصورو را در شهری باختر خرد و کلان می شناسند و احترامش دارند. زیبا منصورو یکی از نمایندگان فعال ازبک زبان ها می باشد که او نه تنها در ویلایت بلکه بیرون از آن نیز معرفی گردیده است. زیبا منصورو 15 نویبر سال 1951 در شهر ارگوت ولایت سمرقند جمهوری ازبکستان در آیله کلخوسچی چشم به عالم هستی کشوده است. والدینش سال 1954 به شهر قرغانتپه کوچ بستند. همین طور زیبا منصورو مکتب میانه رقم 3 به نام آنتون سمیونوویچ شهر قرغانتپه را با زبان ازبکی ختم کرده است. پدر معلمه شخصی خیلی فعال جمعیت بودند و او را با نام استاد منصور می شناختند. درباره به ولایت ختلان کوچ بستن ازبکان و از آن جمله والدین خود زیبا منصور و چنین می گوید. از سال 1954 اهل خانواده بابام که دهقان بودند در اینجا کشاده شدن زمین های نو به شهر قرغانتپه یا آن وقت کوچ بسته آمدند. از همون وقت من 65 سال شده است که در تاجیکستان زندگی میکنیم. در ولایت ختلان ازبک زبان ها زیادند. ازبکان ختلانی را به دو گروه جدا میکنند. آنهایی که از عصرهای 12-13 آمدند و خود را مردم مقیمی میحسابند و آنهایی که در دولت شوروی برای از خودکنی وادی وخش آمدند و اینجا ماندند. آمدن آنها از سال 27 سر شدگی است به تاجیکستان. اول یکتا یکتا آمدند، بعد با دعوت جمهوری ازبکستان و حکومت شوروی سال 53 به اینجا آمدند. زیبا منصور و صاحب فرزند و نبیره هاست. در اطراف دستورخان در خانه با اهل خانواده با زبان تاجیکی و ازبکی حرف می زنند. عرف و عادت و رسم و آیین های ازبکی را پاس می دارند. تاج عروس ها این اکن کرانه می گویند رنگ برنگ. این هم از قدیم ماندگی است. سرانداز هایی که اول مثلا پاپا می زدن حاضر زردوزی می کنند. کشته های بسیار برای آرا دادن خانه عروسان. حتی دخترها خانده معلومات عالی هم که گیرند در وقت عروس شوی این انعنه ها را همشه رعایه می کنند. دختر خودم هم دختر معلومات عالی دار بود و همه انعنه ها را رعایه کرد. همه حواس کردن که دیدید من اینقدر معلومات عالی دار دکتر است و انعنه های ما را پاس داشت. نمایندگان اقلیت های ملی در ولایت ختلان آزادانه زندگی دارند و رسم و آیین و عرف و عادت های خود را پا بر جا نگاه می دارند. به فکرم یگان ملت یگان خلقیت در اینجا خودش را تنها حس نمی کرد یا که از یگان جهت حقوق خصوصا همین مردم ارگوتی ها را در همه جا می دانند برای آن که عرف و عادت هایشان را رسم و آیین هایشان را پاس داشته استند. آنها اولین هنرمندی را در شهر قرغانتپه ولایت سابق قرغانتپه اون من در تاجیکستان هم گویم مبالغه نمی شود اولین هنرمند ها بودند. اینها بودند حلواپز، نشانلاپز، نانبای، قصاب و صاحبای دیگر هنرها ده بزاز، بافنده، رسنده و غیره و غیره ها بودند. تاجیکان تاریخ و مدنیت بای دارند و به عرف و عادت رسم و آیین خلق و ملت های دیگر نیز احترام می گذارند. رسم و آیین پوشیدن سر و لباس، گذرانیدن توی و معرکه های مردم ازبک و تاجیک آمیخته گردیدند و با هم خیلی مانند می باشند. فرهنگی آمیخته دارن، یکی فرهنگی دارن که در بین عرف و عادت هایی که مردم ازبک زبان دارن عیناً همون عرف و عادت ها در بین مردم تاجیک زبان نیز هست. به همین خاطر در تمام چورابینی ها تمام آن عرف و عادت هایی که مردم ازبک زبان دارن مرض نمایشی همه ما میگذارن. مردم ازبک زبان ختلانی مردم مهنت قرین و هنرمندند. تا سال 92-93 تمام سیستم خوراک عمومی، سیستم سودا، همه رستوران ها، چایخانه ها، مغازه ها به ارگوتی ها کار میکردند. زن ها باشد در خانه جامه میدوختند، کرته میدوختند، تاقی میدوختند. حتی در یادم است ما دختر بچه بودیم به تاقی مهره میچسپندیم. آنها را مادرمان میدوختند و به بازار برده میفروختند.
در ولایت خطلان مؤسسه های تعلیمی با زبان ازبکی کم نیستند. فرزندای من هم کلاناشون در صنف های ازبکی خواندند، لیکن حاضر از برای آن که در خواندن مکتب های عالی عذاب نکشند، نبیره هایم همش در صنف های روسی و تاجیکی تحصیل میگیرند. در خانه ما به هر دو زبان، چه ازبکی چه تاجیکی، برابر گپ میزنیم. زیبا منصورова در دانشگاه دولتی به نام ناصر خسروی شهری باختر در کافدرای تاریخ فعالیت میکند. او شاگردان زیاد دارد و در بین همکاران و شاگردان صاحب احترام است. معلمه افتخار دارد که در زندگی و فعالیت کاریش به موفقیت ها سزاوار گردیده است و به قدر محنتش رسیدند. در مکتب ازبکی خواندم، در دانشگاه در گروه روسی خواندم و در یگان جا مرا تو ازبک زبان گفته و نکردن، گفتم که دویم سال فعالیت مرا دیرکتور مکتب تعیین کردن در قمسنگیر. آمدم در اینجا در دانشگاه هم کتبی تشکیلات پارتیوی بودم، هم دکان انتخاب کردن، وکیل خلق در مجلس ولایتی بودم دعوت یکم از 95 تا 2000. حالا من در دانشگاه به حیث دسنت کافدره کار میکنم. سالهای 93-95 زیاده از 2.5 سال جانشین رئیس شهر بودم. این وظیفه بسیارم مسئولیتناک بود. 5 سال از 95 تا 2000 قریب مدیر شعبه معارف حکومت شهر بودم. به فکرم این وظیفه های اینقدر مسئولیتناک را وقتی مرا تعیین کردن، یکان کس نگفت که این ازبک زبان است و این خیلی مثال ها را نهایت بسیار آوردنم ممکن. خدمت های خاکسارانه مرا حکومت جمهوری تاجیکستان بلند قدر نموده است. در عرفه 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان از دست جناب عالی به من گرفتن مکافات بلند مدال خدمت شایسته مشرف گشتم. در ولایت خطلان در برابر تاجیکان و ازبکان نمایندگان اقلیت های دیگر نیز زندگی دارند و از حیات و فعالیت آنها در برنامه های دیگر حرف می زنیم.